شاید براتون جالب باشه بدونین در ادبیات داستانی کهن ایران اومده که هرگاه پادشاهی در میگذشت و وارثی برای جانشینی نداشت، مردم رو در میدانی جمع و همای رو رها میکردن. هما بر روی سر یا شانه هر شخصی که مینشست اون فرد پادشاه اون سرزمین میشد. این پرنده از دیرباز در باورهای مردم این سرزمین نشانه خوشبختی و سعادت انسانهای پاکنهاد آریایی و نزد مردم صاحب کرامت بوده. پرنده‌ای که اسمش بارها در اشعار بزرگان ادب پارسی تکرار شده. هما از جمله پرنده‌هایی که دیدن اون به سادگی مقدور نیست و اونقدر کم دیده میشد که در افسانه‌ها دیده شدن اون رو نشونه خوشیومنی میدونستن. در ادامه میخوام چند واقعیت بسیار جالب رو در مورد این پرنده بهتون بگم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. هما یه نوع کرکسه. این پرنده یکی از بزرگترین جثه ها رو در بین پرندگان ایران داره. به خاطر تغذیه خاص این پرنده به اون استخوانخوار هم میگن. این پرنده در جهان با نام کرکس ریشو یا کرکس ریشدار هم شناخته میشه. هما یکی از بزرگترین کرکس های دنیای قدیمه. هما یک پرنده بزرگ جثه است که ممکنه طول اون به 1.20 متر هم برسه. درازای بالهای این پرنده بین 2 تا 3 متر و وزن حدود 4.5 تا 7 کیلوگرم دارن. از نظر قیافه هما به دیگر لاشخورها شباهت چندانی نداره. غذای اصلی هما استخوانه. 80% از رژیم غذایی این پرنده رو استخوان و مغز استخوان تشکیل داده. درجه اسیدیته معده‌اش 1 و به همین خاطر مواد فشرده مثل استخوان در کمتر از 24 ساعت به طور کامل در معده‌اش هضم میشن. این لاشخور استخوان خور برخلاف دیگر کرکس‌ها بلافاصله بر سر جسد حیوانات ظاهر نمیشه و به خوردن گوشت و لاشه اونها هم علاقه‌ای نداره. هما صبر میکنه تا بقیه کرکس‌ها و حیوانات لاشه‌خوار از لاشه دور بشن. سپس با کمک منقار خودش تکی از استخوان رو جدا میکنه و به همراه استخوان به آسمان پرواز میکنه و در بالای یک صخره توقف میکنه و استخوان رو روی سنگ رها میکنه تا استخوان شکسته بشه و به قطعات کوچکتری خرد بشه و در آخر استخوان‌های خرد شده رو کاملا میبلعه. رنگ نارنجی پرهای هما نماد جایگاه و سن اونه. مالیدن خاک نارنجی به پرها با هدف استتار صورت نمیگیره، بلکه دانشمندان متوجه شدن که اندازه و سن پرنده در شدت این رنگ مؤثره. فرض بر اینه که رنگ نارنجی نوعی نماد جایگاه و سن در میان کرکس‌های ریشو به شمار میره. به زبان دیگه یکی از عادتهای هما در هنگام تمیز و مرتب کردن پرهای سینه‌اش استفاده از ترکیبات آهندار موجود در سنگهای مناطق کوهستانیه. اکسیداهن موجود در این گونه سنگها باعث میشه تا پرهای سطح شکمی پرندگان بالغ موجود در طبیعت به رنگ نارنجی پررنگ تمایل داشته باشه. این در حالیه که پرهای سطح شکمی پرندگان بالغی که در اسارت بزرگ میشن بسیار روشنتر از همنوعان آزاد خودشونه. جالبه بدونین که حمام گل کردن هما کاملا مخفیانه و دور از دید دیگر جانورانه. این اطلاعات هم از طریق رصد کردن و زیر نظر گرفتن هماهای اسیر شده به دست اومده. هما با مالیدن خاک به پر و بال خودش علاوه بر از بین بردن حشرات ذره‌بینی موجود در میان پرهاش باعث استحکام و حفاظت بیشتر از پرهای آسیب دیده‌اش هم میشه. اگه تا اینجای ویدیو رو لذت بردین حتما ویدیو رو لایک کنین. هما پرنده‌ای تک همسریه. کرکس ریشو که در باور ایرانی‌ها نشان سعادت و خوشبختی عموماً تک همسره و فقط یک بار در سال جفتگیری می‌کنه. باید بدونین که همای ماده اصولاً بیشتر از 3 تخم نمیتونه بذاره و همه تلاش خودش رو میکنه تا هر 3 تخم به جوجه تبدیل بشن. هر دو جنس نر و ماده در امر تغذیه جوجه ها همکاری دارن. البته گفته میشه در لونه هایی که بیشتر از 1 جوجه وجود داره، جوجه کوچیکتر توسط جوجه بزرگتر از بین میره. جوجه باقی مونده هم عموماً پس از 107 تا 117 روز توان پرواز کردن رو پیدا میکنه. همای نر و ماده لونه خودشون رو در شکاف صخره‌های دورافتاده یا بر بلندی‌های دور از دسترس می‌سازن و به شدت از آشیانه و جوجه‌های خودشون محافظت می‌کنن. همای سعادت به پرهاش خاک سرخ می‌ماله تا ترسناک‌تر به نظر برسه.
کرکس‌های ریشدار در رنگ‌های مختلف در جهان وجود دارند، از سفید خالص گرفته تا نارنجی مایل به قرمز. خاک‌های حاوی اکسیداهن روی این پرنده باعث میشه تا ظاهری خوفناک و ترسناک به خودش بگیره. هما با چنگال‌های خودش خاک رو برمی‌داره و به مدت یک ساعت اون رو روی پر و بالش می‌ماله تا مطمئن بشه که به رنگ نارنجی آتشین تبدیل شده. باید بدونین که حتی همای حبس شده در قفس هم چنین کاری رو انجام میده و به همین خاطر گفته میشه که این رفتار غریزیه نه اکتسابی. قبل از اینکه بریم سراغ مورد بعدی، حتما چنلمون رو ساب کنید و زنگوله رو هم بزنید که اولین نفری باشید که ویدیومون رو میبینید. هما میتونه 45 سال عمر مفید داشته باشه. پرنده سعادت قادر 45 سال در دنیا زندگی کنه. این در حالیه که میانگین عمر مفید دیگر کرکس‌های وحشی جهان 21 ساله. مرگ‌های زودتر از موعد این پرنده عموماً به دنبال خطرات و حوادث ناشی از طبیعت یا شکار اونها توسط انسان‌ها روی میده. شکار غیرقانونی هما باعث شده تا گونه در حال انقراض به شمار بره. در گذشته اروپایی‌ها بر این اعتقاد بودن که هما نوزادان انسان رو می‌خوره. به همین خاطر مردم سعی کردن به هر طریقی شده این کرکس رو از بین ببرن. به همین خاطر از دهه 1990 میلادی شمار هما در بخش شرقی اروپا رو به انقراض گذاشت. اما در حال حاضر اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت اون رو به عنوان جانداران تحت حمایت دستبندی کرده. باور غلط مردم ایران در مورد همای سعادت. در آخر هم بد نیست بدونین دانشنامه پرندگان ایران نوشته اگرچه در کشور ما آمار دقیقی از تعداد پرندگان به خصوص پرندگان شکاری در دسترس نیست، اما این باور که چند سال هیچ کس هما رو در منطقه البرز مرکزی و یا ارتفاعات دیگر البرز ندیده کاملا اشتباهه. اصولا هما پرنده‌ایه که در ارتفاعات بسیار بالای مناطق دورافتاده کوهستانی زندگی می‌کنه و مشاهده اون برای مردم عادی ممکن نیست. از طرف دیگه برخی خبرهای غیرکارشناسی در روزنامه‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط با محیط زیست باعث شده تا تصوری غلط از وضعیت این پرنده در ایران به وجود بیاد. هما در چند سال گذشته بارها توسط علاقه‌مندان و کارشناسان پرنده‌شناسی رکورد شده. اگه تا اینجای ویدیو رو با ما همراه بودین و ازش لذت بردین، حتما کانال رو ساب کنین و زنگوله رو هم بزنین. اگه به ویدیوهای در مورد پرندگان علاقه دارین، پس ویدیویی که الان روی صفحه میبینین رو هم از دست ندین که در اون خطرناکترین پرنده های دنیا رو به شما معرفی کردیم. جالبه که بدونیم هما هم در این لیست قرار داره. برای ماجراجویی های بیشتر با کانال تاپ 10 بست همراه باشین.